سیستم پیچیده اداری هخامنشیان آنها را قادر می کرد تا تسلط خود را بر شاهنشاهی به آن عظمت حفظ کنند. پرداختن به این موضوع همیشه موجب شگفتی تاریخ نگاران از گذشته تا به امروز شده است. راهکارهای هخامنشیان برای حفظ نظم، ثبات و کنترل بر شاهنشاهی بزرگ خود، حتی یونانیان را که دشمنان هخامنشیان بودند، وادار به تحسین کرده است. اما این راهکارها و شیوه ها چه بوده که تاریخ نگاران را تا این حد متحیر کرده؟ در این ویدیو با هم یکی از حیاتی ترین اقدامات هخامنشیان را برای کنترل و اداره قلمروی به آن بزرگی بررسی خواهیم کرد. پیش از شروع ویدیو جا داره از حامیان مالی کانال تشکر کنیم. اگر برای اولین بار هم هست که به کانال ما سر میزنید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگمون رو هم تماشا کنید. شاهنشاهی هخامنشی از شرق به رود سند و سیحون و از غرب به رود نیل و دریای اژه میرسید. مهمترین اصل برای کنترل کردن شاهنشاهی به آن عظمت، صرفه‌جویی حداکثری در زمان بود. شاهان هخامنشی باید به سرعت از اتفاقاتی که در مرزهایشان یا در ساتراپی‌های دور از پایتخت رخ می‌داد آگاه می‌شدند و باید این قابلیت را می‌داشتند تا فوراً واکنشی به موقع نشان دهند. بنابراین آنها مجبور بودند تا ابتدا شاهنشاهی بزرگ خود را با شبکه عظیمی از راه‌ها به هم متصل کنند و سپس با ابداع کردن شیوه‌های جدید پیام‌رسانی از حوادثی که در سراسر شاهنشاهی در حال وقوع بود باخبر شوند. در این ویدیو سازمان راهسازی و پست شاهنشاهی هخامنشی را با هم بررسی می‌کنیم. داریوش یکم را شاید بتوان بزرگترین مدیر تمام تاریخ ایران دانست. زمانی که داریوش درگیر سرکوب شورش‌های سراسر شاهنشاهی بود، متوجه نقاط ضعف سیستم اداری دولت نوپای خود شد. او پس از برقراری دوباره نظم در شاهنشاهی تصمیم گرفت تا یک سیستم ارتباطی منظم و کاربردی میان ساتراپی ها برقرار سازد. آشوریان پیشتر این مشکل را با ساختن جاده و سیستم خبررسانی تا حدودی برطرف کرده بودند. داریوش بزرگ با الگو قرار دادن آشوریان شروع به احداث جاده طویلی در سراسر شاهنشاهی کرد که بعدها به جاده شاهی معروف شد. متاسفانه اطلاعات ما راجع به این جاده تا حد زیادی محدود به غرب است، چرا که تاریخ نگاران یونانی تنها جاده‌های غربی را در آثار خودشان آوردند، اما محدود اشاراتی به شرق نیز داشتند. علاوه بر نوشته تاریخ نگاران یونانی، اسناد یافت شده از تخت جمشید ما را از چنین جاده‌هایی در قسمت‌های شرقی شاهنشاهی آگاه می‌کند. ساخت جاده‌ها که از زمان داریوش آغاز شده بود تا سال‌ها بعد همچنان ادامه داشت و به شمارشان افزوده می‌شد. شاهان هخامنشی برای ساختن این جاده‌ها از فورکش‌ها و همچنین دهقانان و کشاورزانی که به جای دادن مالیات موظف به کار کردن برای دولت شده بودند استفاده می‌کردند. برخی از این جاده‌ها نیز توسط سرباز مهندسان ارتش شاهنشاهی هنگام لشکرکشی‌ها ساخته شده بود. این جاده‌ها از باختر در شرق شروع و به سارت در غرب منتهی می‌شدند. تمام جاده‌ها به مرکز شاهنشاهی در شوش و همچنین تخت جمشید می‌رسیدند و مراکز شاهنشاهی نیز به مرکز ساتراپی‌ها متصل شده بودند. علاوه بر جاده‌های اصلی، جاده‌های فرعی نیز وجود داشتند که در برخی موارد زمان مسافرت را کاهش می‌دادند. اما این جاده‌ها کیفیت جاده‌های شاهی را نداشتند. جاده‌های شاهی پهنای بزرگی داشتند. کالسکه و اردابه به راحتی در این جاده‌ها می‌توانستند رفت و آمد داشته باشند. با این وجود باید توجه داشت که جاده‌های ساخته شده به دست هخامنشیان سنگ فرش نبودند. با این وجود با استفاده از علائمی این جاده‌ها مشخص شده بودند و کشاورزان حق نداشتند تا در این مسیر بذر گیاهی را بکارند. احتمالاً جاده‌ها توسط افسران و مهندسین همیشه نظارت می‌شد تا همیشه سالم و قابل استفاده باشند. هرچند ما شاهدی برای اثبات وجود این مهندسین و افسران نداریم. ساتراپی ها وظیفه محافظت و تعمیر جاده ها را بر عهده داشتند و احتمالا مهندسین و افسران راهی برای ساتراپی ها کار می کردند.
همچنین از نوشته تاریخ نگاران یونانی مشخص می شود که هر وقت کاروان شاهی قصد سفر داشت، گروهی از افسران جلوتر از کاروان حرکت می کردند تا مسیر را از وجود موجوداتی نظیر عقرب و مار و باقی موجوداتی که ممکن بود نظم کاروان را برهم زند تمیز کنند. همچنین اگر مانعی سر راه قرار داشت، مانع را از میان بردارند تا تداخلی در حرکت کاروان شاهی به وجود نیاید. بر اساس اسناد اداری تخت جمشید و نوشته تاریخ نگاران یونانی، پیداست که دولت در تمامی طول جاده شاهی امکانات رفاهی بیشماری را ترتیب داده بود تا مسافرت را تا حد امکان آسان سازد. از جاده های شاهی، کاروان های سیاسی، چاپارها و ارتش شاهی استفاده می کردند و دولت مرکزی برای تمامی این گروه ها امکانات رفاهی تدارک دیده بود. در تمامی طول جاده شاهی مسافرتخانه ها و کاروانسراهای بیشماری ساخته شده بود که مایحتاج مسافرین را فراهم می ساختند. همچنین در این مکان ها همیشه چاپاری با اسب آماده حضور داشت تا در صورت نیاز پیغام را به منزلگاه بعدی رساند. هنگام فراخوان عمومی برای لشکرکشی، سربازان از جاده های شاهی استفاده می کردند. بنابراین دولت انبارهای آذوقه در برخی نقاط جاده شاهی در نظر گرفته بود تا این سربازان بتوانند از آنها استفاده کنند. البته این انبارها مشکلات خودشان را نیز داشتند. برای مثال هنگامی که کوروش جوان بر علیه برادر خود شوریده بود، با استفاده از این انبارها نیازهای ارتش خود را برطرف میکرد. یا هنگام لشکرکشی مقدونیان، اسکندر از این انبارها استفاده میکرد. جاده شاهی همچنین توسط سوارکاران پارسی به شدت محافظت میشد، تا حدی که حتی مورخان یونانی امنیت جاده شاهی را تحسین میکردند. امنیت و مراقبت از این جاده به حدی بالا بود که زمانی که هیستیخ میخواست از شوش نامه‌ای به دست برادرزاده خود آریستاگوراس جبار میلتیخ برساند و او را تشویق به شورش کند، برای اینکه نامه به دست ماموران شاه نیفتد، سر برده خود را تراشید و روی پوست سر او نامه خود را نوشت و زمانی که موهای برده درآمد، او را به میلتیخ اعزام کرد. یا زمانی که دمارات اسپارتی میخواست هم شهریان خود را از حمله خشایارشا آگاه کند، یک لوح دو جدار گرفت، موم آن را خراشید و بر روی چوب لوح تصمیم پادشاه را حکاکی کرد و بعد دوباره موم مذاب شده بر روی لوح ریخت تا کسی از متن نوشته شده باخبر نشود. با اینکه این گفته‌ها بیشتر افسانه‌ای هستند، اما این نکته را آشکار می‌کنند که جاده شاهی به شدت تحت مراقبت سربازان شاه بود. با این وجود کاروان‌ها برای احتیاط گاهن مزدور به جهت محافظت از خود اجیر می‌کردند که نشان می‌دهد با وجود وسواس زیاد هخامنشیان برای تأمین امنیت جاده شاهی، اما گاهن حملاتی در طول مسیر از سوی راهزنان رخ می‌دهد. طبق اسناد به دست آمده از تخت جمشید، اینطور به نظر می آید که اگر کاروانی قصد سفر داشت و می خواست از جاده شاهی و امکاناتش بهره‌مند شود، باید حتما از دولت مرکزی اجازه نامه دریافت می کرد. در این اجازه نامه ها مدت زمان سفر و جیره‌ای که باید به مسافرین داده می شد محاسبه می کردن و اگر بنا به دلایلی کاروان مدت زمانی بیشتر از تاریخ مقرر شده در جاده می ماند، دیگر از امکانات جاده شاهی بهره‌مند نمی شد. بنابر نوشته تاریخ نگاران یونانی، هنگامی که تیمیستوکلس میخواست به بارگاه شاهنشاه شرفیاب شود، مدت زیادی را صبر کرد تا اجازه نامه از طرف ساتراپ برای او صادر شود. سپس به همراه کاروانی از شتر سواران به سمت پایتخت دولت هخامنشی رهسپار شد. با اینکه در زمان شاهنشاهی هخامنشی جاده شاهی بیشتر کاربرد نظامی و سیاسی داشت، اما توسعه راه در این زمان کمک بزرگی به باز شدن جاده ابریشم از شرق به غرب کرد. بخش بزرگی از جاده ابریشم از آسیای مرکزی تا اروپا توسط شاهان هخامنشی به هم متصل شده بود. بنابراین امر تجارت را بسیار تسهیل می‌کرد. شاهان هخامنشی با ساختن جاده‌های بیشمار، رفت و آمد میان ساتراپی‌های شاهنشاهی را بسیار آسان‌تر و سریع‌تر از گذشته کرده بودند. بنابراین راحت‌تر می‌توانستند بر نقاط دوردست شاهنشاهی خود کنترل داشته باشند. با این وجود هنوز هم نقصی احساس می شد.
شاهنشاه باید در کمترین زمان ممکن مطلع می شد که در سراسر شاهنشاهی چه می گذرد. به همین خاطر داریوش چند شیوه پیامرسانی کاربردی را به وجود آورد. معروفترین آنها سازمان پست دولت هخامنشی بود که ما آن را به نام چاپار می شناسیم. داریوش برای احداث چاپارخانه فرمان داد تا سواری ظرف مدت یک روز با تمام سرعت حرکت کند و به هر نقطه‌ای که رسید دستور داد تا در آنجا چاپارخانه‌ای برپا کند. در چاپارخانه ها اسبان تازه نفس و مهتران وجود داشتند. هر چاپار وظیفه داشت ظرف مدت یک روز خود را به چاپار بعدی رساند و در آنجا نامه خود را تحویل پیامرسان بعدی دهد. هرودوت در این باره می گوید در میان مردان فانی هیچ کس یافت نمی شود که سریع‌تر از این قاصدان به آنجایی که ایشان مایلند برسد. این از آنچه که پارسیان اندیشیدند و می گویند. به اندازه روزهایی که برای پیمودن هر مسیر لازم است، چابک سواران لازم در هر فاصله معین گماشته بودند. برای هر مرحله از روز یک مرد و یک اسب. نه برف، نه باران، نه گرما و نه شب تاریک مانع آن نمی شود که هر یک از این مردان با سرعت هرچه تمامتر به مقصد خود رسند. وجود این پیک‌های سری در برخی از لوح‌های پرس پولیس تایید شده است که در آنها اصطلاح پیردزیش به کار رفته که هم معنای چاپار و هم معنای اسبهایی را که مورد استفاده چاپار واقع می شدند می دهند. هخامنشیان از طریق علامت‌های صوتی و بصری نیز به سریع‌ترین شکل ممکن انتقال پیام را ممکن ساخته بودند. وجود علامت‌های صوتی را یکی از متون متعلق به عصر هلنیسم تصریح کرده است. با وجودی که این متن مربوط به دوره هخامنشیان نیست، اما اینطور به نظر می‌رسد که مقدونیان این شیوه را از هخامنشیان تقلید کرده بودند. در این متن شیوه عملکرد یک رشته علامت‌های صوتی میان شوش و فارس نشان داده شده است. دیودور در این باره می‌نویسد از آنجا که سرزمین پارس یک مملکت پر از دره و کوه‌های است و پست‌های مراقبت به فاصله‌های اندک از یکدیگر بر فراز بلندی‌ها استقرار دارند، در این پست‌ها افراد بومی را که صدای پرقدرت دارند می‌گمانند. این جایگاه‌ها به صورتی تنظیم شده است که صدا از هر یک به دیگری برسد، به گونه‌ای که شخصی که فرمان دریافت می‌دارد آن را به دیگران منتقل می‌کند و دریافت کننده به نوبت خود فرمان را با صدایی بلند به دیگری نقل می‌دهد و به همین ترتیب پیام تا منتهی علیه ساتراپی رسانده می شود. در موارد ضروری و اضطراری پیام صوتی تنها وسیله ای است که می توان از موانع طبیعی مثل یک رودخانه عبور کند. وقتی داریوش در حال بازگشت به ساحل چپ رودخانه دانوب بود، لازم بود رؤسای یونانی را که با کشتی هایشان روی ساحل راست مستقر بودند از آمدن خود آگاه کند. برای این منظور داریوش از یک مصری که قوی ترین صدای جهان را داشت استفاده کرد و او توانست فرمان انداختن پل بر رودخانه را به آن سوی شط برساند. انتقال پیام صوتی در مواقع ضروری برای فواصل کم بسیار کاربردی بود، اما برای فواصل بلندتر هخامنشیان از شیوه دیگر استفاده می کردند. انتقال پیام از طریق روشن کردن آتش در فاصله های نزدیک به هم نیز روش دیگر خبررسانی بوده است که سابقا در یهودیه قرن ششم و در قلمرو پادشاهی ماری از آغاز هزاره دوم متداول بوده است. به این طریق طرفی که باید در جریان امور گذاشته شود، حتی اگر در فاصله 3 تا 4 روز مسافت و حتی بیشتر باشد، از واقعه آگاه می شود. مردونیوس که بعد از نبرد سالامیس در یونان مانده بود و می‌خواست خبر پیروزی درخشانی را که پیشاپیش برای خود تصور می‌کرد به خشایارشا که در آن زمان در سارت ساکن بود برساند، از طریق روشن کردن آتش از جزیره‌ای به جزیره دیگر پیام را ارسال کرد. داریوش پس از غلبه بر شورش‌هایی که سراسر شاهنشاهی را فرا گرفته بود، با احداث جاده‌های بزرگ شاهی و انواع و اقسام راه‌های ارتباطی شرایطی را به وجود آورد که دولت مرکزی بتواند با حفظ نظارت و کنترل خود بر سرزمین‌های تحت سلطه‌اش نظم را نیز در سراسر آن برقرار سازد. این راه‌ها در مرحله اول یک کاربرد سیاسی و نظامی داشتند. بنابراین هرودوت و گزنفون در خصوص تأکید بر کاربرد نظامی پست هخامنشی به راه خطا نرفتند.
از نظر یونانیان حضور و فعالیت چاپارهای هخامنشی مظهر و نمایش تسلط سرزمینی شاه بزرگ بوده است. علامتهای نورانی که شعله‌های آن پی در پی تا منتهی علیه امپراتوری تا شوش و اکبتان روشنایی می پراکندند، چنان بودند که شاه بزرگ در همان روز وقوع می دانست که چه واقعه تازه‌ای در آسیا روی داده است. چنین ابتکاراتی است که باعث می شود تاریخ نگاران از بروکراسی پیچیده شاهنشاهی هخامنشی شگفت زده شود. اگر از این ویدیو لذت بردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. همچنین نظرات خودتون رو برای ما در قسمت کامنت بنویسید. از لینک داخل توضیحات هم میتونین ما رو حمایت مالی کنید که کمک خیلی بزرگی به ادامه این مسیر میکنید.